آقای مهرداد رئیسی، این ویدیو یه ذره متفاوته بچه ها. مهرداد رئیسی کیه؟ گوینده خر شرک، برونا، یوجین، مؤسس اصلی گروه دوبلاژ گلوری انترتینمنت که هممون باش خاطره داریم. و اگر هنوز ایشونو نشناختی پس بذار یه ویدیو بهت نشون بدم تا قشنگ متوجه شی مهرداد رئیسی کیه. تقدیم به بچه های خوب ایران، من پدرام عزیز رو آوردم بالا که هفته پیش هم میخواستیم بیاریمش بالا، نمیتونست بیاد بنده خود. آقای رئیسی جونم. آقای رئیسی من عاشقتم. دوست داری، مرسی. آقای رئیسی من عاشقتم بی نهایت. البته یه جوری دشمنتم هستم. به بیا. آخه نه، چون من عاشق راپونزلم، بعد شما هم یه جوری یوجینین دیگه، بعد یه جوری یه حس باشه. راپونزل مال تو، راپونزل مال تو، اشکال نداره. نه دیگه، شما بوسیدینش دیگه، قبول نیست. فکر کن به اونش هم فکر کرده، من خودم یادم نبود تو فیلم ما چیش کرده. کجا بوسیدیم؟ اون منو بوسید آخرش دیگه. آخرش خواستین خواستگاری کنین ازش؟ آه اونجا هم بوسید. بله. آکی یادم نمیاد والا، ولی دقیقاً بوساش یادم نیست، ولی خودش خیلی خوشگل بود. Do you realize that what is going on؟ حالا ایشالله بتونین سریالش هم دوبله کنین، سریالش خیلی خوبه. دیدم یه چیزایی ازش، ولی خب به کیفیت فیلمش نیست. در واقع مدل دو بعدی ساختن. آره ببخشید من یه وارد شدم. آقا کیوان سلام. آقا من دستتون درد نکنه، ببخشید من خیلی هیجان زده شدم. خب از کجا هستی؟ کدوم شهری؟ من تهرانم، از تهران. تهران، به سلامتی. خدای شما. چیزم میرابلم جزء کاراکتر مورد علاقته. میرابل به چشم خواهری دوستش دارم. میرابل رو خریداری کردم، بعد خیلی دوبلتون خوبه. بالای بگم 15 بار دیدمش تا الان. خیلی خوبه. دمت گرم. خیلی خوبه. من یه پسر عمه و داییم، چون من با داییم ازدواج کردم، جفتشون پسر عمه و دایی دارم. این کوچیک بود، بعد من کارتونا روش میدادم، عمم تعریف میکرد، میگفتش که این اومده میگه مامان چرا این سیدی منو گم کردی؟ من هنوز 10 بار نگاش نکرده بودم. قشنگ میفهممش. بکن که گفت من حداقل 10 بار میدیدش. برای لطف داری، مرسی بدران جون عزیزم. به تیمتون بدم واسه دوبله انکانتو و اوندام دوبلهای خیلی بیشتر خفنتری هم ازتون ببینیم انشالله. باشه، منتظریم که این تیممون دارن، تیم جدیدمون در حال آموزش دیدن. اتفاقا من خودم تست دادم، قبول شدم. تو کلاس ثبت نام کردم به زودی هم. حالا نمیگم کی شوش، ممکنه یعنی بعد به حد حساب برسه دیگه. حالا به هر حال که اوکی. پدرم جون از من سوالی داری؟ اتفاقا میخوام یه دونه سوال ازتون بکنم، سریع میپرسم بعد میرم. میخوام بدونم که اول اینکه من اینو بگم، مثلا من خودم دوبلور اصلا نیستم، هیچ آموزشی هم ندیدم، ولی مثلا من میشینم یک کارکتری رو دوبله میکنم، اصلا من اونجوری نیستم مثلا به دوبله اینجوری نگاه کنم که مثلا من عاشق گویندگی ام، یعنی به خاطر اینکه دوست دارم صدام شنیده بشه دوست دارم وارد گویندگی بشم. من مثلا چون زندگی منو تخیل و شخصیت های انیمیشنی کلان اصلا احاطه کردن و یه جورایی شخصیت های انیمیشنی به زندگی من روح بخشیدن و من دوست دارم مثلا وقتی دوبله میکنم خودم هم توی دوبله هام این محبتی که اون شخصیت های کارتونی به زندگی من کردن و به زندگی من روح بخشیدن، منم به زندگیشون روح ببخشم. و من 6 ماه دوبله رو توی اینستاگرام شروع کردم، حالا به صورت طنز، نه جدی، و حالا بازخوردهای خوبی هم گرفته. مثلا از 400 فالوور شدم 30K از طریق همین دوبله ها. و میخواستم بدونم شما که استادین، بزرگین، خیلی کسای بزرگی و پرورش دادین. نه بابا حالا این حرفا نیستش. خب بالاخره خاطر سازی کردین، میخوام بدونم شما وقتی یک شخصیت دوبله میکنه، قربان شما، به چه دیدی به اون یعنی اون شخصیت رو یه جور رفیق خودتون میدونین، یک دید تخیل بهش نگاه میکنین یا چی؟ قطعاً هر کسی که بخواد
اون کاری که داره انجام میده تأثیر مضاعف بذاره روی مخاطب، باید خودش رو تو زمین های بازی که به اکت و بازیتون مربوطه که دوبله هم یکیش میشه، باید خودش رو تا جایی که میتونه و در توانش هست از لحاظ اکتینگ نزدیک بکنه به اون کاراکتری که در واقع داره جاش حرف میزنه. بله، منم بارها شده که وقتی کار رو دوبله کردم گریه کردم، بارها شده که وقتی کار رو دوبله کردم قلبم درد گرفته. من یادم اون کار تالاشی، اگه اشتباه نکنم اسمش بود، توی همون شش ابر قهرمان، من وقتی اون رو دوبلش میکردم گریه میکردم. یعنی وقتی اون سکانسایی رو که میدیدم که این داره اون تصاویر ضبط شده رو از داداشش میبینه که چقدر خوشحال شد در نهایت که تونست یه رباتی بسازه که بتونه به مردم خدمت بکنه، من اون وقتی که میگفتم واقعا بهش گریه میکردم و همین حس رو به خودم منتقل میکرد. باید همین باشه و اگر غیر از این باشه که اون به نظر من چیزی تا از دل بر نیاد به دل نمیشینه. باید حتما همینطور باشه و خب این تأثیرم میذاره. یعنی واقعا یه وقتایی حالمو خراب میکنه، یه وقتایی قلبمو درد میاره، یا هر کدوم از این حسایی که ممکنه توی اجرا داشته باشه. حالا دازه من خودمو خیلی گوینده نمیدونم، من بیشتر مدیریت رو دوست دارم تا گویندگی. بله بله، گفته بله. ولی سعی میکنم که هرچی که گویندگی هم میکنم با همین شرایط. بله. آخه من خیلی یارو دیدم مثلا عاشق دوبلن، یا میان وارد دوبله میشن ولی اصلا علاقه به اون انیمیشن، اون چیزی که دارن دوبله میکنن، هیچ علاقه ندارن. فقط میخوان صداشون حالا شنیده بشه. نه فقط هم اون نیست، خیلی ها به خاطر بیزنس این کار میکنن. یه کسایی توی لولایی که میرسن دیگه فقط میخوان یه کاری بزنه، یه پولی در بیاره رو بگیره بره، که الان خیلی ما درگیرش هستیم. یعنی ما نه، میبینیم تو عرصه دوبلاژمون الان اینا زیادن. دقیقاً. کسایی که فقط به دیده بیزنس دارن به دوبله نگاه میکنن. درسته که این میتونه یه بیزنس باشه، ما نمیگیم به این دید نگاه نکنید، اما فقط نباید با این دید نگاه بهش کرد. و اگر میخوای کاری هم بکنی با از تمام وجودت مایه بذار. من دیدم مثلا دوبله میرفتن میکردن این آقای یاکیده جایی یک کاراکتر مثلا حرف میزد، طرف رو اسب بود داشت داد میزد، مثلا از این کارهای تاریخی انگلیسی بود که مثلا من از طرف پادشاه فلانی اومد، اینجوری مثلا داشت با این فرکانس داد میزد، بعد میگفت من از طرف پادشاه فلانی اومدم. آخه این چه بعدش من نمیفهم. خب صدا تو داد بزن، صدام خراب کنم میخوام برم تیزر بگم، بعد ممکن صدام بگیره کلی اون تو پولش بیشتره، بعد خب دوبله نکن، واسه چی دارید این کارو میکنید؟ برعکس، به جای اینکه روح ببخشه به کارکتر میزنه میکشه کارکتر رو دیگه. اینم همینه که الان دوبلاژ اوضاعش این شکلی شده، یا بقیه هم همینطور، فرقی نمیکنه. به هر حال مهم اینا هم به علاقه برمیگرده و هم به توانایی ها و نوع نگاه آدم ها و مجموعه ای که داره هدایتشون میکنه به سمتی که باید برن. خب قطعا وقتی یه کاری، اگه من مدیر دوبلاژ باشم و گوینده ببینم که تو اون لبلی که میخوایم گویندگی نکره، دوباره بهش اصلاحی میدیم، بعد انجام بده. اگر دیم نمیتونه که اصلا خب نقشو ازش میگیریم تا ایشون بره حالا بیشتر رو خودش تمرین بکنه و کار بکنه تا بتونه تو حد و لبلی باشه که بشه ارائهش کرد. ببینید این کارا یه استانداردی داره، باید اینا به اون استاندارد برسن، از اون استاندارد به بالا به تواناییشون بستگی داره، که حالا اون کسی که بیشتر توانایی داره قطعا اون باید نقشو بگه، ولی از اون استاندارد پایین‌تر باشه ما نمیتونیم مثلا بهش نقش بدیم تو گلوری. اما تو جاهای دیگه من دارم تو دوبله های دیگه تک و توک میبینم هر از گاهی که متاسفانه زیر این استاندارده دارن نقش میگن. از این خبرها تو گلوری نیست. ممکنه خیلی هم از دست ما ناراحت بشن، خیلی هم به من میگن آقا این اصلا یه دیکتاتوریه تو کار، اصلا شوخی نداره. بله، هرچی میخواید بگید بگید، بهتره که من اینجوری باشم ولی کار خوب بیاد بیرون. ما تو کار با کسی شوخی نداریم، ما با هم رفیقیم، با هم دیگه کار میکنیم، هممون برای اینکه به مخاطب احترام بذاریم. همه اینا جمع میشه میره جلوی مخاطب قرار میگیره،
باید برای اون ارزش قائل بشیم. هر کدوممون که بخوایم این کار نکنیم، داریم از روند صحیح کار خارج میشیم. بنابراین هم به خودمون و هم به مجموعهمون صدمه میزنیم. اون کسی که مسئول اون مجموعه هستش، اولین کاری که میکنه اینه که نذاره به اون مجموعه صدمه بزنه. حالا اون اگه میخواد بره خودزنی بکنه، میتونه بره بیرون خودشو بزنه. بنابراین این روندیه که ما پیش رو داریم. و خب چه خوب که باریکلا اینجوری داری فکر میکنی و نگاهت اینه. آفرین، انشالله که موفق هم میشه. اصلا همینه که من عاشق گلوریم، چون شخصیت ها براشون، برای شخصیت ها احترام قائلین، اونا رو زنده میکنین، پویا میکنین. میدونین این شخصیت، این روحی که شما به شخصیت رو میدین، بالاخره به مخاطبان منتقل میشه، درک میکنن، میفهمن. و میخواستم بدونم که ذهنیت شما هم اینجوری، و الان که اینا رو گفتین اصلا خیلی انگیزه گرفتم. خیلی خواهش میکنم، دوست داری عزیزم، مرسی. من دقیقا همینه، چون امثال مثل شما خیلی هستن که الان هم به ما لطف دارن، هم به هر حال تو یک سری از سنین با دیدن این کارها تأثیر میگیرن ازشون، و خیلی وقتا زندگیاشون رو پایه و اساس در واقع نقشه راه زندگیشون رو تعیین میکنن با اینها. دوست دارن که شبیه به این کاراکترها باشن و دوست دارن که تو این محیط ها باشن، و خیلی قشنگ، حس قشنگ و خوبیه این حسه. و ما سعی میکنیم که حداقل هر جور که بتونیم، تا حد توانمون بتونیم به بهترین شکل این کارو پیاده بکنیم. و اگرم اینجا وایسادیم با هر اعتباری که شماها به من و کلن گلوری لطف دارید، به خاطر همین ها بوده، به خاطر همین سختگیری ها و همین نوع نگاه ها بوده که به اینجا رسیدیم. برای دمتون گرم، مرسی، لطف دارید. مرسی، مرسی، واقعا خیلی خوشحال شدم با اتون حرف. خواهش میکنم، چاکریم، مرسی. ایشالا موفق بشید. شما همینطور، مرسی. ایشالا که به زودی تو کارهای گلوری صدای شما رو میشنه. بچگی خیلی خوبه، چون که حقیقت توش یه دروغه. هستم همیشه تو تخیل، چون واقعیت یه دروغه.